یک کپسون رفت روی کشتگاه هم یک کپسون هم سیاه‌پوست رفت از اون رهبران همون جنبش های دهه ۶۰ هست اینها و خدایا میشود که من یک روز ببینم یک سیاه‌پوست رئیس جمهور میشود؟ خدا گفت بله جسی، اما نه به عمر من. این حد کنم جوکی بوده است که این سیاه‌پوست‌ها رو جایی، یعنی سیاه‌پوست محال است که رئیس جمهور بشود. اما تفصیل بارها عرض کردم که طبیعت دموکراسی خود رو به پیش میبرد، خود رو تمیز میکند. در این گفتا ترسوات بسیار بوده، کوکلکس کلن ها بودن عرض میشود که و تفصیلات دیگر متعصبین که مردم، چون دموکراسی یعنی اعتقاد به نهاد نیک انسان و سرشت نیک انسان و عقل جمعی معمولا خطا نمی کند، این است که خود رو تمیز میکنند. درست برعکس سیستم های استبدادی که هر چه زمان میگذرد فساد بیشتر میشود. در این کشورهای که کشور خود ما یک مردک میرد به اون عقل ناقصش و عرض میکنند که فکر احمقانش یه شرائطی شوق قدرت رو به دست میگیرد و میگوید اولین چیزی که من میخواهم فرماندهی ارتش. آقا من بدون ارتش نمیتوانم حکومت. این ارتشی که بایستی که نگهبان و نگهدار شرافت ملت باشه و خواهد بودن چوب میکنه شما بزن اون مردم، ذخایر مالی مردم رو میگیرد، میدهد که این ارتش که بکنه به سر مردم، میدهد به نمیدونم ساواکی و اطلاعاتی و عرض میشود که همین سیستم هایی که از برادران سارالله و جارالله و نارالله و اینا که به سر مردم بکوبد و دست های او را اگر نگاه کنیم تا شانه پر خون این مردم هست، این نشیند اونجا تا بپوزد این مردک یا این که بیرونش بکنن رم نمی کنه. و همه مرد او را خدا خواستار هستن، نزدیکان به خصوص، چون این عرض کنن با تحمیل خودش به دیگران چیزن رو تحقیر میکنه به طور روزمره، تحقیر میکنه به طور روزمره. علی خامنه‌ای داره مردم ایران رو تحقیر میکنه، از رابطه تحقیر همون بودن این کسی دستگوری داره تحقیر میکنه. اما شما از کجا آمدی که عقل کل شدی که برای پرداد نگدون یا اون قبلیه ها همینجور سیستم دموکراسی به این گونه نیست. آقای جورج بوش آمده نه خطایتون بگم این انتقاطه که علیه گوش میشانه چیز معمولی اینا در دار انتخابات همین هست در باب مردان بزرگی من بکردم دارم در حرفان میزنم. امروز کسی کینه جورج بوش به کینه ندارد، چون میدانه که خود مردم رو انتخاب کردن، الان خود مردم از کنم کسی دیگری رو آوردن از جبهه مخالف. بنابراین آقای بوش با هم گونه که امروز اعلام کرد و من گمان نمی کنم جورج بوش مرد بدی باشه، من فکر می‌کنم آقای جورج بوش مرد بسیار نیک‌نفس و خوبی است، اما فکر می‌کرده است این سیاست‌ها خوب است، اعمال کرده، بعضیش خوب بوده بعضیش بد بوده. حالا کسی دیگری آمده، یعنی پوستی هم داد بر دموکراسی. هر می‌شود که در روز اعلام کرد که من اونتنا برمیگردیم تکساس و سری احترام دارم به آقای اوباما و این جبری این احترام که محیط دموکراسی به انسان تعمیل میکنند. اما در این سیستم های استبدادی همه به خون هم تشنه هستن. تو همون نیستی که به من فلان چیز رو گفتی و چه خیانتی ما به تو بکنیم. اینها از کنند که وضعیت اخلاقی سیستم های استبدادی بسیار بد هست. امروز وضعیت اخلاق در ایران بسیار بد هست، یعنی یک نوع مادیگری در امریکا میزنند رست ریت. رست ریت یعنی مسابقه موشاموش برای چی میدوه؟ برای یک جال پنیر. میگم رد ریت که از همه پامال میکنن که یک گل پنیر رو بخورن. متاسفانه به نظر میسد این فرصت طلبی با یکی از آگاهان هم که سالها از کنم در کار سیاست در ایران هست، ایشون میفرمودن این فرصت طلبی و وقاحت آخوندی و فساد اخلاقی این آخوندها و این دولت در مردم هم تاثیر کرده. متاسفانه از بام تا شام همه فکر این هستن که یک جوری کسی رو لح بکنن پولی به چنگی آورن. و میگفت چنان از وضعیت که اگر نیکی بکنی باعث تعجب و شگفتی آنها قبول نمی کنی، میگی میخوادی کلاه در من بذاره چرا با من نیکی میکنه. این که عرض کردم بنده شخصا خدمت شما متاسف نیستم که آخوندها نفسها رو خوردن، اما بسیار وحشت دارم از این که این کشور عزیز ما تبدیل بشه از یک مدینه زاله که مردم نیکی رو فراموش بکنن. این وحشتناک است. تو الناس الو دین ملوک همچنین، یعنی مردم خودیات که مثل خودیات هر سبت که حاکمانش رو می شود. این هست که می بینید که در این سیابان ها واقعا این
حالا از این انتخابات ما بسیار میتوانیم بیاموزیم. حتی خانم سارا سیلین که آمد خب عرض کنم که خیلی هوشدار و هوشمندی من نبود، اما من فکر کردم چیزی که هموطنان ما میتوانن از این بیاموزن لباس پوشیدن این خانم هست. گیر اندازه زیبا و درست و شایسته لباس بپوشه. یک تصویرهای هست آدم این حالا حد من نیست این صحبت ها بکنم، مثلا تخصص من هم نیست، اما مجاورت آبی شدم بگن آقا این لباس های دختره اینا نیستم که خیامان هم خجالت که کشه شرماوره دختری جوان این قلیده پاس سخت کرده اون یه چیزی گذاشت اون بالا و فرد اون شریف ملیته و اینها با عشق و فرزه اون مایم و فرق واقعا این کارها رو از بالا متمدن نمی کنن. آقا از این طرز ایستادن و راه رفتن لباس پوشیدن این شاید که خیلی چیز یاد بگیرن آخه چه طرز لباس پوشیدن این حداقل بود کام تو اگه خانم بیاموزی. اما این آقای اوباما از این شبه که نخستین باری که بنده ایشون رو دیدن شد آدم بسیار گمنامی بود. این ها یک روز تلویزیون رو باز کرد و سی ان ان بود دیدن یک مرد سیاه‌پوستی در آفریقا داره قدم میزنه خیلی قیافه آرامی داره و این آفریقایان به سنت خودشون میرفتن اطرافش اینا خبرنگار با این آقا یک سناتور آمریکایی است که جدش اهل اینجاست آمده آمریکا رو ببینه یک ایماج داشت یک تصویر خوبی داشت که حالا یه آمریکایی اومدین که سناتور هاست فراموش نکرد در کجاست ما قوم قبیله رفته اونجا و سر بزنه به پیشانش این تصویر یه اولین بار آقا رو دیدم یه آرامش هم در چهره داشت اینا بعد شروع کرد و از کنم که همه بونه که میدانید بنده کرد رو تکان داد و نیروهای جوان رو برانگیخت و سیاه‌پوستان که در انتخابات گذشته 600 هزار سیاه‌پوست نامه‌نویسی کردن اما هیچ کدام رأی ندادن همه اینها رو برانگیخت با باید کنم کسانی که در کوچه ها پرنگ زدن و اینها آمدن رأی دادن و وارد فرایند سیاسی مملکت شدن. امروز فکر میکنم که تمام سیاه‌پوستان این آمریکا و آفریقا از کنم اون حس خوشی که باید و حس آزادی و غرور رو به دست آوردن. حالا اینکه این آقای اوباما ریاست جمهوری شود بنده نمیدونم، ریاست جمهوری بدی بشود بنده نمیدونم، اما تا اونجا که میدانیم این مردی داره دیسیپلین، مردی بسیار حساس و گرایش های انسانیش بسیاره. این سپاس آقای جیمی کارتر هم داشت اما دیدی پرزیدنت خوبی نشد. ما نمیتوانیم پیش بینی میکنیم، ممکن است هم پرزیدنت خوبی بشود باید چیزی، اما آزمونی ندادند در این زمینه ها که ما بگوییم از کنم که نسبت به سابقه که ایشون دارد چنین است و چنان است. باری این وضعیتی بوده است که اینا، اما برگردیم سر دست راستی های خود ما. یک اصل آدم ما داریم اونا ذهنیتشون کودتایی تو دست دفن کتاب نتابی هم در عمرشون نخوندن، اطلاعاتشون هم از همین اطلاعات دیده قرم تصویر اینها آمده زنگ میزنن اینجا فوش میدن به اوباما و اینها و این حرفا. من نمیتونم موضوع چی ابتدا به ساکن این مطلب رو میرسانه که این هموطنان ما معتقد به خود و معتقد به مردم نیستن، منتظر کودتای هستن. خیلی شباهت از بین این دست راستی های آمریکایی این دست راستی های خود ما منتظر هستن که یک کودتای بشه، این بمبارانی بکنن یه جایی. اینها این خانم آقای پاشن در مویستر نیست چنین چیزی از این هم مویستر نیست چنین گذشته دوران کودتا و ای آیته و نمیدونم حالا یکی بیاد بمبارون کنه بیاد فرمایید من تشکیلاتی مثل سابر درست بشه زمان گذشته این مویستر نیست چنین چیزی. و این آقای اوباما عرض کنم که به نظر میرسد که فهوای شهرش اینا فهوای قدرت نیست، به نظر میرسد آدم سالمی باشن، یعنی گرایش های دینی مرتبی این فهوای سخنش هم آخوندیه، منطقه آخوندهای سیاه آخوندهای سیاه اینجوری صحبت میکن خیلی فسیح خیلی منم در میانگیزند از این شرایط که بعض مخالفات هم دارند و اینها. این مرد مثل سخنگویان رهبران جاسوسان در کلیسه ها صحبت میکنه، یه مایه های از بوترکینگ هم درش هست. این کارها برای ارز کنم که برانگیختن جامعه خوب هست، اما این کار برای مردم انجام نخواهد داد. باری بنده فکر میکنم تا اونجایی که به ایران مربوط هست آخوندهای خودم از آشق مرتضاین هم مثلی که اسمش هم که حسین هست و با اون حسین کودتاشی قبلی هم چه نسبتی باید داشته باشد. اینها ما اندکی رو خر بکنیم و بگوییم ما حاضر به مذاکره هستیم و بسازیم این بندی که قرار است بسازیم بسازیم دو سه شنبه طرف کنیم مراحل رو بیرون کنیم و اینا چه اتفاقی نخواهد افتاد. یعنی تصور نفرمایید که آقای حسین رفت نسبت به نمیدونم آقا سجی چه تصورم کلا
بگذارم. نه، اینجا یک سیستمی برکار هست، اطلاعات هست، سوابق امر هست. فردا به این آقا رو توجیه اتخان کنید، آقا حسین اینجا با آقا صحبت کنید، محسن نیسته نیسته نیسته. من به شما قول خواهم داد که بلاواسطه و بدون پیش شرط ها ارتباطی نخواهد بود، به جهت این که کاری که ملایان دارن انجام میدن در ایران خلاف خاص جامعه بین‌الملل هست. این هستی کسانی که گمان دارن که این آقای اوباما حالا میشینن آخونده کلاهی تا ثمر به سرش میگذارن، چنین نخواهد شد. این آقای اوباما وظیفه اولش در نخستین مرحله حفظ منافع این کشور هست. بنابراین این کاری که ملایان انجام میدن با منافع این ناسازگار باشد، این آقای اوباما سخت‌تر بمباران خواهد کرد. بیشتر گفت این کشاری کوشه بیشتر در این داستان که فکر کنی که ما ضعیف هستم اینها یا من ضعیف هستم. باری اجازه بده یک موسیقی بشنویم، یک چند تصویری هم سامان گرامی از جاهای مختلف دنیا که برش شده مثل اقتصادی مردم مربوط به همین انتخاب آقای برک اوباما چون خواهد داد یک موسیقی بشنویم در زمینه برمیگرد Thank you.
خدیجه هم حتی شمال بود در این دست سمسه و این هنر همین شبه اصلا شما که بله حالا یه زمینی در باب این عکس من یک توضیح خدمت شما بودم. خیلی ها از کنند که این عکس مانند یک چیزی که از کمان مثلا آرش پرتاب میشه توضیح میدم خدمت چرا من این عکس اینجا گذاشتم. اولی که شما بدن من کی هستم، در واقع اول بدانید این مرد چه بوده و ایدئال های ما چی بوده خدمت شما هستیم. دیدن این که شهر ما شهر شلوغی، شهر بیشتر استقلال طلبان است، شهر لس آنجلس 22 سال است. ما در این شهر در باب آزادی و لزوم آزادی و احترام به مردم ایران و عرض کنم حاکمیت ملی صحبت کردیم و پر خوردیم و هنوز هم میخوریم و به جا میخریم و این کار رو گفت که نه برشتوری سوارم نه تو خرد زیر بارم نه خداوند را عیدت نه غلام شهری هست و بگم مجبور نیستم این کارها رو بکنم. کسی از من نخواست که این کارها رو بکنم. حالا فوش رو بمیدونم اتهامات عدیده بماند از کنم که از اون تو آدم پسان رو بمیدونم آخونده ها بماند هزار گرفتاری دارم من که بشینم اینجا دید یک ساعت صفت شما خزن حرفا بزن. بنابراین حق رو گذاشتم در اینجا که شما بدانید ایدئال های من چیست و این مدته بوده و فراموش نکنید ما دو چیز دیگر چه چیزی هستیم. دیگر این که بدانید من از نوع و سنخ و جنس و از آدم ها نیستم، حداقل این حق رو دارم. بارها تلفن آقا این عکس رو بردارید میرم زنی عکس رو برده میدارم اونجا امکان بیشتری ندارم که سفت آخان هم باشد سفتی هم باشد و از راه دور هستیم. امکانات فنی که پشت سر من دینه که محمود استاد تسلی هست و فردوسی هست رفت آخان رو کن، اما از کنم که چون درد ما امروز درد حاکمیت ملی استقلال ایران و قانون بندی و دموکراسی، ایدال های مرد رو دنبال میکنیم بدونی که بخواییم که بسترفتی کنیم و همزم از این تو داستان ها که از ما گذشتیم. این مردم همین حرفا رو میزد، همین آرزو برای مردم ایران داشت، یعنی کوتاه کردن. من واقعا فقطون در کار بزرگ آمریکایی کردم، این یکیش همین داستان آدامتون هست، بعد یکیش از صورت که نجات اروپا هست در واقع دو بار اون جنگ بزرگ، یکیش رفتن به کره ماه هستون به ریخ و غیره و اینها و در دستاورت های هندی بزرگی من بکرد. ما هم دستاورد داشتیم از وقت بزرگترینش بیرون کردن انگلیس ها بود، احقاق حقوق ملت بوده. شما بدانید که تحقیلی به ملت بیچاره ایرانی کردن انگلیس ها در این خوزستان در میافتی که از درهگی سیاهان بدتر بوده. این که سیاهان رو میگرفتن با کمند از یک قاره این آوردن برده میکردن حکایت نیست، اما این که یک موقع انگلیسی بیان از دریای شمال مردمی رو در داخل کشور خودشون مردمی با 5000 سال تمدن درگه بکنن اون مرتبه بگرد و بیشتر به همت همین مرد شد. امروز هم در ایران هیچ از نمیگرد زیر در خانه همه سرگاه ادامه دارد زیاغون دیستاتورهای بعدی، اما میگوید مصدق راحت ادامه دارد به جهتی چه 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 به چه دلیل آخر کسی به جوانان ایران جلو نیام مخته اتفاقا آخوندم علیه این مرد از میکنن توجهه میکنن و تبلیغ میکنن و از میکنن سر اعتبار بیدن به اون کاشانی تلیف و تکیف واقعا. اما چرا جوان ها چنینه؟ چون جر یافتن و هر بزرگی که به فضل بکنه جرد بزرگ نشود خود به بعد گفتن بهمان و فلا بیرون از سر و صداهای ما و عواطف ما و تعصبات ما تاریخ هر کسی رو بستر جای خودش می نشاند. جای شایستش رو بشید از اینا رو با تقلب و زور رو نمی کنم از پول به این اون دادن و در کتاب ها آوردن اینا نیست. تاریخ به درستی هر کسی رو به جای اون می نشاند. خوزدین از این مطلب هم بگذاریم. در باب این واژه فریدون از این توضیح می توانید بدن که خواهد شما که یه جا روسی ها فریدون آورده گفتن که علیه اضافی هم این توضیح درست است هم خطا صحیح هست که جهت این که در روزگار فردوسی از کنن که به واسطه یه تغییر زبان نام های کهن فرم کلیدی گرفته بودن
مثلا فرض بفرمایید که در متون عرستایی و پهلوی آرش زفیر یعنی آرش، اما در زمان فردوسی میگه که نگاه ببینید فرمایید یا دیوعت به جای زحاب، ارکب به جای ارزاد. بنابراین آفریدون خبری ضبط کرده یعنی در حقیقت اضافی نیست، اما حذف شده بوده و فردوسی تا اینجا که توانسته فریدون آورده اگر به ضرورت خواستم خدمت این توضیح رو داده باشه. اما در باب این که ایمان مثل خطرناکی نیست میخوام چند نمونه تاریخی خدمتتون عرض کنم. دو نمونه هست، یک نمونه از نهج البلاغه است، نمونه دیگری از کتاب بسیار مهم نبرد صفین. یعنی صفین سفری نیست و صفین امام محلی بوده است که اونجا علی سر ابو طالب شمشیرش رو برداشته که بره اون یکی رو بندازه. اون کاری به این هم نداشته و آقا من افتر ایتون جزا ما سرگاه هم داشتیم و اینا مسلمان که ما راضی هستم. گفت نه، این پسر ابو سفیانه و اون ابو سفیان کسی بود که مرتجع مدیه علی مرد ارتجایی بوده، اما پیشرویی نبوده، کار سیاست رو نمیفهمیده. این هستی شمشیرش رو برداشت و هر سبر که رفت اونجا که داره بخشه یه ست هزار مسلمان رو کشتن داره آخری کنم چون سیاست کافی و سیاست کافی نداره شکر خود رو برگشت بعد اون رو کشت. باری این کتاب تیکار سفین یک کار بزرگ برای شناخت وضعیت عراق و روحیات حضرت علی. فکر میکنم که توصیه میکنم اگر پیدا کردیم از اثر نصر ابن مزاحم که سال 212 در گذشته خیلی قدیم این کتاب. خب حالا بیاییم اینجا ببینیم که یک نمونه از این که این ایمان بسیار که به خطرناکی شما برای شما بخوانم. خب اینجا جایی که نبرد در گرفته و این کنه خدمتون حمار به فکار بیرون شد. حمار یاسه یکی از یاران بسیار نزدیکه علی بود، اونو خیلی بود میداشت با حدث رسول هم خیلی ارادت داشت. نقض پرده سالش این پیر مرد رو برده که برده میدون گفته برو برم جنگ کن بودن کشتن پیر مرد. حالا از بروها هم ساختن که نمیدونم چیز از فال بویی کرد جنگم چیز از فال درست گفت یا خود این کسی که را میکشد که حب با اون کسی که تو رو برده به میدان. این همه مدقبا از این تاریخ نیست، نه مدقبا که فلانکه که گویی کرده میگفت که یک روزی این نوای من رو در پر بله اینا مدقبه هایی که تنجیبه رو نکرده هیچه که گویی نکرده. حتی علی زخ خورده بود شمشیر زخ رو به سر خورده با اگر من زنده بمانم میدانم با ایش کار اگر من مردم شما میینه یه زربت هست. یعنی همون لفتی هم که زخ خورده بود نمیدانست میمیرد یا نمیمیرد چه پیش میدی چه قیب گویی آقا کسی که قیب گویی نکرده آینداری کسی هر میگه این که هر طور میده. خب عمار به فکار بیرون شد و صفوف سواران با یکدیگر نظام گرفتند و کسان به پیشروی پرداختند. یکی از صحنه‌های جنگ صفین هست و عمار زرهی سفید پوشیده بود و میگفت ای مردم به بهشت خوش درآیید و یقین دارید به بهشت خوش درآیید. بیچاره اینم بیچاره بدبخت مؤمن بوده این عمار بیچاره بدبخت وقتی شما مؤمن میشید بیت همه یعنی عقل و باطل میزد و حق انتخاب از شما برداشته میشه. این که از وجود انسان بودن انسان حق انتخاب هست، این مادرنیتی حق انتخاب رو به خدا برده. من تعجب میکنم بعضی از این محققان ما این اطراف هستن شدیدن که آمدن در مقار استدلال بگذاشته بودن شما دموکراسی میخواید یا تجدد. اون مستبده میگو من تجدد بیاورم مردم اونه دموکراسی میخواد. آقا این چه حرفی میزنید آقا جان؟ مگر که تجدد بدون دموکراسی و حق انتخاب میسر نیست؟ چرا مغلطه میکنید؟ اساس مدرنیتی حق انتخاب هست و دموکراسی هست، بدون این که میسر نیست که تجدد هم امری نسلی به زرم شما.
نه اینه که شما تجدد میخواهید یا دموکراسی، یعنی دموکراسی تجدد نمیآورد. دو تا کوه سوراخ کردن تا فضا بکشیدن مردم نمیتوانستن راست دیکتاتوری بیاد، اینا ترسه. ببینید ما از دو چیز داریم رنج میبریم همشن، یکی ترسه که دروغ، و این دروغ باز ریشش در ترسه. هر موقع شما دروغ میگید یکی داری میترسه، حتی برای منافع هم که علی ظاهر ترس به معنی تلاتیش مزنید بازم داریم این ترسی نکنی کم منفعت بکن. ترس دروغ این حاصل شده است بر روان همه این آدم هایی که من میشناسم و در اطراف هستم، به جایی که دوستش من آقا حرفتون رو درستان بزنی، مردم رو گمراه نکنی. آقا چه معنی داره این تو صحبت های دیم معنی که شما میکنی؟ شما میفرمایید اما حق بایشون، یکی به نظر میزنه یکی به نشوار، هر دستو راضی کن. و اما بله پس مردم پیکاری سخت کردن که پس مانند شنیده بود. حالا مترمون به جون مترمون، حالا این حضرت دستون ختم وقت برد در همون روز آخر گفت خونهای شما و مالهای شما را به هم حرام کردم. نگفت خون ریزی را حرام کردم، یعنی شما عرب و مترمون ها خون هم زد اما دیگران خونش رو میتونی بریزی، این معنی حدشه. اینجا این امر زیر پا رفته، یعنی مسلمانه یقه مسلمانه گرفتن سر هم میبره، عاملش که علی پسر ابو طالب شاه نصر. خب این امر بدبخت بیچاره نبسته. خب به کار به دنیا رسید که هر رزمنده دست یا پای مردی را به بند چادر خود بسته بود. از حد در این باره گفت پناهگاه ها و سرافرده فلسطینیان را دیدم، اما پناهگاه و سرافرده و پایه و چادری نمانده بود مگر اون که دست یا پای مردی را به ریسمانی بدان بسته بودن. ابو کماس اسدی مشکی آب و تیغه آهنی برداشته بود. این داستان ابو کماس با داستان ایمان رو ببینیم. برداشته بود و چون مجروحی را میگید که هنوز رمقی داشت، نزدش مینشست و میپرسید امیر مؤمنان کی؟ اگر مجروح میگفت علی، خونش را میشست و آب به مینشست، و اگر خاموش میمان بدون تیغ سر او را میبرید. هیچ حیوانی میاد سر انسان مجروح زخم برده و در حال مرگ سرش رو بگست امیر مؤمنان کی؟ انسانیت ناپدید کشه. ایمان دینی آمد انسانیت آمد. این احتمالا این آدم خوبی بوده، این آدم قبل از اینکه این کاره بشه و ایمان بیاره به سر ابو طالب، مگه میشه سر زخمی رو گرفت بریم؟ این آقای خلخالی ایمان داشت به حضرت امام ارواح ناپدا، میرم از بیمارستان حساش هست مجروع پاشی کسته رو میوردن خلخالی بکشه. الله هستم، الله هستم، همون شد، همون شد، الله هستم گفتیم مسئول قربه و حق کلا همون شد، سبیلی ساعت دیگر رو کشیم سر آخونده. از روزی که این خمینی آمده دروغ به مردم گفتن و کلا کرد مردم گفتن تا به امروز همه سیادی بوده و از کنم که سر فرنگ بوده، هیچ اطالتی نداشتن این آخونده و نداره از کار اعمال و رفتار رو گفتن، همه دروغ، یعنی از بون دروغ. نتیجه کم همین کلاس کم راضی میفرمایید. خب امیر مؤمنان کیست؟ حالا یارو داره میمیره دستش فرش شده کار تو شکمش رفته، امیر مؤمنان اگر میخوام امیر زخم سپاس اگر نه سرش را میبرید. اینا رو ببین به اون آقا در اون دانشگاه ببینی جواب میده. خب امیر مؤمنان که اگر مجروح بود میگفت علی خونش را میشه و آب بزن میشه و اگر خاموش میمان بدون تیغ او را میزد تا بمیره و آبش نمیداد. از این روز به را آبرستان نامیده بودند. حالا این یک رحمه هست این کار سفیم اگر پیدا کردی دوستم حالا رسیم که معلوم میشه اینجا به چشم میزنید اعراق سعرهای بزرگی بودن، ماویه سعره بزرگ بود، امرها سعره بود، اکسفهای سعره بود. این است که این که گفتن قرآن به خدا فرستاد اینا همچین چیزی نیست، میسر نیست، نمیشه. اینا بودن، یکی هم پیدا شد این کار انجام. و اساسا علت این که یکی کسی آمد گفت معجزه من این قرآن من است هست که بس جهت علاقه مفتی که اعراب به کلام داشتن. خب حالا اینم بفت داریم، حالا بیدیم سلام از خود امیر مؤمنین علی. و
نهض البلاغه اینا همه چاپ اینا هم از اینا رو من احتمال نکردم شما اینا نهض البلاغه از جامعه دکتر سید جعفر شهیدی حتما از مؤمنین هست بنده برای شما میخونم ایمان علی رو با شما نشون بدم که چی آدم تبدیلی شده فراسری ایمان. خب و من کلام له علیه السلام ولقد کنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا. در جمعه علی میگوید ما در میدان کارزار با رسول خدا بودیم، پدران، پسران، برادران و عموهای خویش را میکشتیم و در خون میآلودیم. این خوشاقی خویشاوند کشتی ما را ناخوش نمی نمود بلکه بر ایمان ما نیست. از این واضح تر که در راه راست پابرجا بودی. خب هر ایدئولوژی شما میکنن در راه راست پابرجا. آقا این فقط ایمان به قضیه نیست، این مارکسیست ها ببینی چه جنایاتی کردن اینا رو به خاطر انتقاد داستان مارکس این استالین و اون پلپات و همین ماغور خنگ. بیشترین کشتار در تاریخ انسان این تا ایدئولوژ مومن در دست آقای مارکس و انگلس. فقط داستان دین نیست، شما به هر چه عقل تو متصل که این دیگه سلسلات ها بود که آمد این بهتر از این نمیشه برد و من به این اعتقاد ایمان دارم و بهتر از این در جهان باید سر نیست. همون داستان از کنن که جنایت و فاشیست پیش میاد. خیلی خوب میگوید که پابرگاه راست پابرجا بودیم و در سختی ها کتیبا و در جهاد با دشمن پوشا، گاه تنی از ما و تنی از بخار دشمن به دیگر هی دستن و چون دو گاوه نر سر و تنه هم را میخستن. هر یک میخواد جام مرگ را به دیگری به پیماید و از شربت مرگش ایراد کند. گاه نصد از ما بود گاه دشمن به دیگری به پیماید. ولی باید چون خداوند ما را آزمود و صرف ما را مشاهدت فرمود دشمن ما را خار ساخت. نه بابا شما زورتون بیشتر بود بخاطر همین ایمانی که فرمودید شکم شکم که شکم مستر برادر نوری وحشت کردن تصمیم شما شد. نه که خدا شما را پیر و پیرا شما از وقاحت و از میکنن که خشونت یه کار گذرانی دید شکم برادر کاری میکرد یا یارون با آقا این که با برادر باشکاری تو با من چکار میکن داستان از جسید که سر بودن برای ما هم وقتا ارمنی بودن از اینا فرار میکرد بودن کجا میدید ما امامشون که اینه بگیم چه امروز این که خبره خب ازده بگیم که موسیقی بشنبیم این کفی مصخن پایون ندارد ای جواد خرد کن و الله فعلم به سواد این داریم دنبال این موسیقی ماهور رو بشنبیم از سرسنگی این دوستان برای این خدمت شما خوش آمده. Thank you.
دموکراسی که در سوئد شنیدیم از سرپنجه قهرم استاد حیاله خان قدیمی، هنرمند بزرگ کشور ما و دارمی هنرمند بزرگ دیگر. این سنتور یک ساز عقل افتاده است، اما اگر با لطف و ارسن استادی نواخته شود بسیار شنیدنی. عقل افتادگی به جهت این هست که شما این ساز رو کوب میکنید و اولا استانداردش نخره هست، حالا دیدن یک تابوت های بزرگ هم میسازن بسازن خرک بشیش در ایزی میزنه سر آدم گیر میشه. این است که شما از نوت پانی که شروع بکنید و آخر که بسیدید هنوز زنگ و بنگ اون تیم اول و بعد این تیم ها چیز که جعبه داره میبیشه. این است که در قدیم برای اینکه این عیب رو برطرف کنن یه پاشه میکشیدن، این چیزی میانداختن نزاقه رو نکیستر میزدن و اینها تا اینه برطرف بشه. اما به هر صورت استادان میدن استاد برزنده استاد بر که این کار رو باید کنن که با نهایت و خیلی کاتاد سختی قرار رقم میشه گمان میکنه چیز آسانی نیست و اصلا تکنه تو برای این سیزه در زدن کار آسانی است، اما استادی میتونن در کار این سنتو خیلی کار مشکل. این ایک در پیانو برطرف شده، یعنی شما دست از این دوی دارید نمیده برمیدارید از این سال ها چون کشید چندین قطعیتر از چه قطعه از این سال انجام بیدن اگر شو بیستی پر میگرده این به خطه نکار که سیلاها ها کاملا اصلا مجزدار شد. اینا چند بودن کسانی که سنتو خوب زدن زنی شود شنید. خب هر شود که این داستانی گفتم میگرد خدا ما رو نصرت ها این آقا فکر نگرده که آقا جهان گشایان بودن در جهان بعد از اینها قبل از اینها که اینها بودن جهان رو گرفتن بدون اینکه متوسل به الله بشوند الله نصرت ها بشه. توی شرق خان مخالف که امپراتوری بیشتر از 5-6 برابر امپراتوری اسلام بوده در اوج، یعنی از حد ژاپن تا اروپا زیر سیطره شمشیر چنگیز خان بود. نه اسم الله آورد نه چیزی، مردی بود نابغه در کار نظامیگری همانطور که پیغمبر اسلام بوده و این مغولان رو به هم نزدیک کرد و یک نیروی نظامی فوق‌العاده به وجود آورد که هیچ کس در مقابلش نمی‌تونه این بکنه. اینی که خدا نصرت نمی‌کنه که این فکر درست و از کنم که تصاحبیک های درست نظامی و از کنم روانشناسی جامعه این ها رو جمع کنید به الله هم رفتی نداره، اعمال انسان به الله رفتی نداره. همه در نگیرم میگویم نداری که این بنزل هر کنم 300 هزار رکعت نماز بخونید ببینید الله میشید از گلامی که استفاده این کیسه پر دلار اون دلار دو تا در ایران خیلی هر کلاهی بگذاریم این دلار به شنگری بعد نیست یه عده دوست هم در اینجا بطر از دوست هر شبت که برمی داره میره اونجا از این وضعیت فرق و بیچارگی اون مردم استفاده کنن و اونجا گل بسازن و آخونده بسازن و پاجی بزنن. یکترین مملکت ما زالده امروز به دست این آخونده. این حرف این دوست محترم من که تکن داد آقا این نیکی میخواد یه کسی بخوریم خیره خیره میگن خدای بر من میخواد بزن گویی که خیرات مردمان را ودا کردستی. آقا برجوی تلیم هر کسی ما دیدیم که رفت ایران فقطی برگشت چی شد آقا؟ گوه آقا چنان کلا به سر ما گذاشتن. این که سر امام آقا این دست بزر یه قدس میدم حالا این سخن شیش آمد یک مسئله میشونه در این دوستان گله حالا برنامه های گله حتما سماشون به چند از دوستان ما معروف شده خدمتون بگم چه برادر که اینا هستن یهودی هم هستن به کار هستن اینا 20 سال پیش اون بزرگتره زیاد که برادران آدم خوش معامله شریف مال مردم رو شکار بکنیم شما شروع کنید پول از مردم بگیرید با 22% برگردید شروع بکنن اینها بین خانواده بیشاری یهودی و غیره و اینها که بیشتر نوید درصد بیشتره یهودی بودن یک میلیون میگرد با 20% پس بودن قد هزار دلار میگرد مشهور شد که ای بیان آقا بیل کنیم این بانک ها رو بیان سراغ این آقا یه بانکی هم در وستفود درست کرد و از کنن که شروع کردن این به اون خبر دادن این به اون خبر دادن هر که هر پولی داشت از 50,000 دلار تا 5 میلیون 10 میلیون بودن خدمت آقا. این آقا شروع کرد در اسرائیل ساختمان سازی در کانادا و اینها
دوست محترم نازنین شریفی واقعا من بسیار متاسفم. زنگ زدم حالشون رو بپرسم، گفتم دوست محترم حالشون چطور؟ در سن 80 سالی تو با هه شروع کرد، با هه معمولا شروع نمی کرد و عرض کنه که چگونه سرمایه هستی زندگی مرد رو این آقا گرفته و بعد دوستان دیگر زنگ زدم دیدم دیگران رو هم چاپیده و عرض کنم که میگویم ثروتش بر یک میلیارد بالغ است و ناگهان 500 میلیون دلار بدهکاری، یک هتلی هم هر سبت هست در این کشم برید پایین مثل برج هست که علامت ندارد که این حالیده این هست میکرد من اگر چقدر این با من آشنا بود عربی بود و بعد این ماندن در دست طرفکاران که 140 تا 50 میلیون دلار قیمت کردن، اما بدهکاران 500 میلیون دلار هست کنم که قبض طرفکاری رو دست کردن. این آقا هم نشسته کنند هر کس که حرف بزنه گفتن که شما بیایید این پول که من دارید دو برابر بدید بیارید تا من پولدار بشم بکنم پس بدم. شما خودی شو بکنید حالا اسمش من نمیارم اینجا، اما فکر کنم که تو نباشید در بستن دیرست من قدر نشتم که این آدم باشید خانشم خواسته بود و بعد در بانکش نگاه میکرد ببینه که چی حساب کتابش هست. بعد از اون دوباره بعدا یه تلفن میشه با واسه بانک گذاشت هیچ کار کنه بیاد اون کش کنه بذار که من کار کنم واسه 22% بکنه تو آمریکا 3% دیگه بانک نزول نمیدهن. این هم یه کلاهبرداری بزرگ در لس آنجلس. خب از طرف خدمتتون که کتاب سیاستنامه یا سیر الملوک خارج نظام الملک توسی من نمیخوام خدمت شما یک بسیاری از این کتاب بخوانم که تصور نفرمایید که عرض دارد که این قوم زاله جبر حالا داستان هست که این سیاه‌پوستان که آمدن در این آمریکا و تا این روز برده بودن و فلان یه حرفا امروز یه اتوبوس اینا آمدن به کشور ایران این روزان قادسیه و مدینه و اینها آخوندها بعد از هزار تا مثلا این جبران نجف هستن، این زرکشتی ها نجف هستن، او به موقع باران بیرون از باران نجف نکن، خونش نجف هست، ناخونش نجف هست، کفار هست دیگر، کفار، کافر هست، از کفار هست، اون باهایی های زاله که اصلا اگه میشد همه را یک تو سر میباریدن خیلی خوب بیشد هم، خیلی میشد همه را خوبی ها زیاد دارد من آید، این دیگر هست، اصلا هشتر زاله خیلی هستن در این آنسته، اون یهودی ها که از بول این ها فرق هستن. و این جوانان ایران که آخونده سعی میکنن اینها رو سرکوب بکنن به قول اون دوست کرمانی گفت سرمان کردن زیر بالمون، اینها وظیفه دارن این کشور نجات. این داستان عینت ریزن و اون یارو نمیدونم پنچون که به گوش دیگاری و سلاح نباشه این حرف میزنی این باید دارن که دور یه فکر اساسی داره جامعه باید کارهای بزرگ این نقربازی های که این مادیگری و این گلوبالیزیشن آورده و این اینترنت که همه اجناس جهان در انگشت شماست و طمع داشتن بیشتر، اینجاست که مدینه به ضلالت میرود. در واقع مادیگری سطحی گفت این تکینه خانم یک چیز سفارش کرده از ایتالیا، الماس هم روش 4 میلیون، حالا من چرا نداشته باشم میتونه در گوشش رو سازارش خواسته حتم حرف میزنه بازار این هم تو دست آورد، این هم تو شخصیت. خب این ملائین این جبرا ببینید سیستم عدالت این چگونه بوده، پادشاهان ایران چگونه عمل می‌کردن، خواجه نظام آباد که چیزی من نگفتم چنین گویند که رسم ملکان عجم چنون بوده است که روز مهران و نوروز پادشاه مر عامه را بار دادی و هیچ کس را بازداشت نبودی، یعنی جلوی هیچ کس نمی‌گذاشت بودید، وقتی پادشاه بار عامه داد همه میبایستی آزاد باشن بیا پسر پادشاه و هیچ کس را بازداشت نبودی و پیش به چند روز مناهی فرمودی که بسازی فلان روز را تا هر کسی شغل خیش بساختی و قصه خیش بنوشتی و حجت خیش دست آوردی و
و خصمان کارکی و خصمان کارکیش را بساختندی. یعنی کسی که شاکی بود و کسی که مورد اتهام بود، اینا هر دو کارکیش بساختند، یعنی پرونده‌هاشون آماده میکردن، ادله خود را آماده میکردن برای تفتیش باش. منادی میگفت آقا فلان روز هر کس مشکلی داره و به بلادش نرسیده این سلا غذایی بیاد و از کنم که کسانی که مورد اتهام بودن اینها بساختندی. و چون اون روز بودی منادی ملک از دید و نظر بایستادی و بان کردی که اگر کسی مرکتی را بازدارد از حاجت برداشتن در این روز، ملک از خونه او بیزار است. یعنی جلو هیچ کس رو نگیریم که بیاد چیز رشتهای نگیره دادهایی رو نگذاره وارد. پس ملک قصه های مردمان بستدی و همه پیش بنهادی و یک یک مینگریدی. اگر اونجا قصه بودی که از ملک به نالیده بودی، موبد موبدان را بر دست راست نشانده بودی، ولی که سر از خود شخص شاه شکایت میکن. موبد موبدان خاضی و غزاد بالاترین مقام آین قصوشی در دست راست شاه ایستاده بود. گوش کنید به این عبارات. اگر اونجا قصه بودی که از ملک به نالیده بودی، موبد موبدان را بر دست راست نشانده بودی، و موبد موبدان قاضی القضات باشد به زبان ایشان. پس ملک برخواستی و از طرف زیر آمدی و پیش موبد به دو زانو بنشستی و گفتی نخست از همه داوری ها داد این مرد از من بده و هیچ نیل و محابا مکن. یعنی نیل به قدرت من و باش نداشته باشی من شاهدتم داد این مرد از من بکن. اونگاه منادی فرمودی کردن هر که را با ملک خصومتی هست همه یک صوبه ایتی تا نخوص کار شما بگذارد. یعنی شاکیان پادشاه اولی کسانی بودن که کار این رسیدی باشن. شما علی خامنه‌ای رو میتونی پیدا کنی؟ 32,000 نیروهای نکو پول ملت بیچاره میخورن، علی خامنه‌ای رو نگهداری کن. دیدی رو گنده ها رو دیدیم که من آدم ها دی گندهی در ایران نهیده بودم. در این ماجرای حرف هم نمیزنه چون عرب هم نسته اینها زره پوش از این جریانات هم هود به کلدهشون مثل این از کنم که جلاده قبول محسر انگلیس که در این کامراد نمیم گردن میزدن این جاقه دیگه اینها فقط وزیفش هم بینست که این بیسه دار نفر عرب هم میخورن، شراب هم میخورن، در این پادگان همه کار میکنن که حیاغا رو نگهداری کنن. رسط علی ها رو بیاریم اختیاره میخوانا ایشون نماینده امام زمان هست به تای اکلا برو پیداش کن، پیدا کن پرتغال فروش رو هم بزن دیگر لاغر پرتغال پیدا کن حقیقت تشکران هم بزن چیزی تو هرچی آخون گفته قبول کردی. پس مرز حقیقت کجاست؟ مرز مزخرف کجاست؟ در این جهان مزخرف بسیار است. کدوم ها که تو نفذیرفتی؟ بسته ایشون رو پذیرفتی، اون رو پذیرفتی، هر به آسمون رو پذیرفتی، جعفر جنی رو قبول کرد، امام تنیتا رو پذیرفتی، امامزاد داوود و 30,000 چیز دیگر هم که مقدس کردی، معتقد شدی که قبر امام رضا مدرسه پزشکی هم نمیدونم هاکیز از جنو روده سرطانی رو برد اونجا، اون برادر تو سر بمر بریدی دیگه چیزی چی 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 مردش کجاست؟ مرد معلوم کنی تو دیگه آقا ما اینجا نیستی عزیزان کرفتر و حتی آخون گوشه میکن مرد معلوم شده. هم دلم نباده تو سقنه پس ملک موبد را گفتی هیچ گناهی نیست نزدیک ایزد تعالی بزرگتر از گناه پادشاهان. درست گفته. یعنی بنده و شما اشتباهی بکنی حسن پول حسین رو ببره اصلا نیست، اما پادشاه که با میزول دوزی اون کار رو خراب میکنه. هیچ گناهی نیست بزرگتر از گناه پادشاهان و حق گذاردن پادشاهان. حمد عزت تعالی را نگاه داشتن رعیت هست و دار ایشان دادن و دست ستم دارن از ایشان کوتاه کردن. پس اون ملک بیدادگر باشد لشکر همه بیدادگر شوند و خدای را از وجل فراموش کنند و کفران نمر آرند خران خزلان و
و خشم خدای در ایشان رسد و بس روزگار بر نیاید که جهان ویران شود و ایشان به سبب شومی گناهان همه کشته شوند و موش از خاندان تحلیل کند. تو ستم کاری فساد اومد یه روز مردم میشوند و یا اینا رو میکشن یا حکومت کران رو یا موش از ایشان تحلیل کنند، یا حکومت رو به زور از دست اینا میگیرن. مردم این هم یک دسته بود از سیاست داما تا شد سفتاش تاما باشن. این کتاب به نام سیر و ملوک در زمان فارسی بسیار مشهور هست و سیاست داما هم گفته شده بزاری حکمت عملی در ما بسیار سفتاش. خب بزاریم برگردیم برم سراغ کتاب اصلی خودم، شاهنامه فردوسی. خب اجازه بدید یک مفتیه کوتاه پیش کردیم که این بخش جدا بشود. این ها بخش هاییش از منم قصه فرومایگی بود، هر که شامنامه بیشتر از این کن این رو ما جدا بکنیم، مثل همون صدای پیانو بود اون داستان تا یک شروعی تازه تو برسته بگیده. مرا بود باید شمشیر در
این که اونجا آخرین راه چاره ساختار ملل هم در حقوق انسان و بشر داد. آقا اگر آدم ها نتوانستن حقوق خود را از حکومت های مستبد و جنایتکار به طریق مدنی رفت شدن باید ببرن به شمشیر دست. آقا جان البته معمولا اتفاق خوبی نیفتد. تو وقتی مسابقه زور شد و زورمندان آمدن زور دیگری از بین بردن، اون که زورش بیشتر بوده در همه اون زور باز حاکم میکنه تو خمینی. اما چاره‌ای هم نیست. اون کرگلی کرد، اون ستمکار کار خودش رو کرد، اون که باید ستمکاری کرد و ما چاره‌ای نداریم دیگه. کنون کردنی کرد جادو پرست، مرا بود باید به شمشیر دست. بپویم به فرمانی از دان پاس، برآورم ز ایوان زهاب خاک. بدو گفت مادر که این رایی معمولم مادر برادرشه حس سمپاتی داره، حس غمخواری داره، نمیخواد بچه صدمه ببینه. بدو گفت مادر که این رایی تو را با جهان سر به سر پایی. تو با همه جهان که نمیتونی پایی پایی کنی. جهان در تو فهمان که آقا هزار شد اطلاعاتی داره، هزار شد سپاه پاسداران و آدمخور لبنانی و آدمخور عراقی و همه اینا رو داره، چگونه میخوای بلند بشی؟ نه بله جهاندار زحاق با تاج و گاه، میان بسته فرمان او را سپاه. سپاه پاسداران گروه جارالله و سارالله و رفتانم 25 تا الحمدلله رب العالمین قیمت نر پایین آمد. امیدواریم از این هم پایین تر بیاد. یعنی اوباما قولش قول باشد و شروع کند به شاه زدن در کناره های ساحه و این آمریکا که روزی قریب 20 میلیون بشکه نفت میخرد نخرد، این پایین قیمت نفتی از به 20 دلار آخوندها یک سره برشکسته امامه ها رو بایدی بردارن بگویزن به یک سویی که این از کنن که داستان هایی که نفا کردن و این پول که از مردم ایران میدوزن در نمیدونم همه جا مسجد و مصلا و جراحان میسازن، اینا دچار کسر بودجه شدن هموطن چون که آشق متداخل 50 دلار شد. تیاریه عرض میکنن که تیاریه از کنن جدنم حسین میشود تا 100 دلار. تو پس رسید یک گروه باید 500 میلیون دلار به نمیدونم بولیوی اونجا ببینید که اونجا گلخانه بسازن، گلخانه اسلامی کسی کم داریم گلخانه اسلامی در جهان. خب بذارید من شرخت بخونم بعد باقی کردن ایسا فرم جهاندار زحاق با تاج و گاه، میان بسته دارمه میان بسته فرمان او را سپاه. چه خواهد هر کشوری صد هزار کمر بسته آید کند کارزار. فلسطینی ها هم میارن البته از لبنان از نصرالله و غیره و اینا هم هستن در خدمت این هستن. جزین از آوین و پیوند چین جهان را به چشم جوانی نبین. کس جوانی تو تریبه نگه 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 شهر هزار تا آدم خوش فلسطینی از گروه همه هست میاره، از گروه آسد نصرالله 100 هزار تا میاره، از گروه نمیدونم اون یارو میکی گدای عراقی اونا دمیت هزار تا میدونم جوانی نمیشنه. این هر کو نوید جوانی کشید به دیتی رضا پیشتن را سرین. خوب از دار برون جوانی مرد هست در شراب بشن این نوید جوانی داره مرد کرده هر که چای این حال هست در دوزار جوانی خودش رو میبینه احتیاج میکنه که همه کارشون انجام بده. سگان مکی اندر دهد سر به باد، تو را روز جز شاد و قرن تمام. جالب است که اینه به روزی مکی را هم به کیلی نسبت از همه جوانی که آمد به نزدیک سر تیغ شست. این مرد شست داره شد مده نی شست دار شد مرد. اینجا شراب جوانی شراب جوانی بدون مسیح اندر دهد سر به باد، تو را روز جز شاد و خرم مباد. تو را ای پسر پند من یاد باد، به جز گفت مادر دیگر باد باد. سخن درست از من بشنو، سخن دیگران سخن دیگری شدیم زمین. خب بزنیم با آقای کربلایی. آقای کربلایی درود بر شما. درود بر حضرت علی قربان، خسته نباشید. درود بر شما عزیزم، شما خسته نباشید. حالتون چطوره؟ شما بخیر باشید ان شاء الله.
زنده باشین عزیزم، بفرمایید. آقای کربلایی چه می‌خواید؟ درود به همه بینندگان محترم، شنوندگان محترم، کارکنان محترم تلویزیون پارس، حضرت عالی و رستم بانو. اجازه بدید که سوالاتی که فریدون میکنه از مادرش برای شناختن پدر، من چند تا خدمتتون تقدیم کنم. بفرمایید عزیزم. ایرانی را بده. خواهش میکنم. بله بفرمایید. بگو مر مرا چون که بودم پدر، کیم من به تخم از کدامین بر، چه گویم کیم بر سر انجمن، یکی دانشی داستانی فرانک به دو گفت که نانجوی بگویم تلا هر چه گفتم بکوی تو بشناس از مرزی آن زنی یکی مرد بود نام او آتیم ز تخم کیان بود و بیدار بود خردمند و گرد و یازار بود ز دهانس گرد بودش نجا درود بر شما عزیزم، ممنونم از شما. محمدشان آقابتشون بخیر، حق نگهدار شما. درود بر شما، بحبت خیلی زیبا خوند آقای کربلایی، ممنون. از خبت که اینقدر هست که در این دیت فراونک به دو گفت که نام جون چه بودم تو را هر چه گفتی بگو. فکر کنم این نقطه در آقای کربلایی اختلافی داره. فرمودید بگویم تو را هر چه گفتم به کویه، تو خود معنی را عوض میکنی به جرمی اگه به کوی و بازار همه چی گفته باشه باید واقعا بشکم بدم چه بگم کیم برتر انجمن یکی دانشی داستانی بزن فرانک بدو گفت که ناجوی چه بگم تو را آخر چه گفتی بگو یعنی هر چه من خواستی درست کنم که به شما چی دارست بخونم کامونه چقدر وقت داریم ما من زیده اینو تلفن هم میتونی جواب بدیم مرتب از زبانی که من آواز کردم تلفن زنگ میزنم این که مرتب میدانم که با سر من هفتش ده دقیقه بیشتر نداری برای گفت و شنود متاسفانه نداری که بعد روزها تشار هفتگار از اطلاع بگشیدیم تا آخر جواب همتن رو بدهیم این است که وقتی که خیلی پیدا نمی کنیم برای هلو تشکر این است که وقتی پیدا نمی کنیم مگر این که هر چهار هفته یک بار یا پنج هفته یک بار هیچ برنامه نداشته باشیم همتنان بسیاری تلفن می کنن تلفنشون رو می دارن از ایران مگر این که امر خیلی مهمی باشد که به قول معروف عام المنفعه باشد میفتنش بفرم به قول با هلو 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 نگم که آمول منطقه باشد که از کنم که بدر بزن بفرمه قربا هلو هلو یک مشکلی هست هستم نگم که آمول منطقه باشد که مطلبی که شما میفرمایید ما بتوانیم مطلب کنیم خیلی سخته برای من که به همه زنی بزنم بفرمه قربا عزیزم تلویزیون رو ببندید لطفا بفرمایید عزیزم بفرمایید این هست که مویتر نیست که من زنگ بزنم به همه تلفن هایی که هست اون دوست محترمی که اشاره داشتن در یک اداری در مشهد گفتن کار می کردن چندین بار زنگ دارم خدمت رو تشریف نبشید چون فکر بزنم اطلاعات شما به در هموطنان بخورن رسیدو دوست دیگر بفرم قربا الو الو بفرم قربا السلام علیکم ممنونم عزیزم متشکرم بفرمایید اتصالات خدمتتون داشتم جونم
مخاطب هم این پیامبران امام ها خواستن هم علاقه خاصی به ایران نده این تجارتی کرد ایران که تو هر شهری از ایران اینجوری امامزاده هست بله علاقه خاصی داشتن خدمتتون عرض میکنم عزیزا قربان شما عرض میشود که علاقه این بود که آقا این بیابان ها ریزداره عربستان که جای زندگی نبود که گفتن آقا بیان بیان مملکت رو خراب کردیم زن و بچه مردم اصلی کردیم بیان بخوریم سادار دستی رسی گداه ها میان بدن اینا گدایان عرب بودن عزیزم اینا آدم های درست حسابی که نبودن نهایت هم خمس زکات میخوردن شما میشود اینا یعنی چیکاره بودن اینا یه یکی که پرونده برای تو اینا اعمالشون چه بوده برای دنیا چیکار کردن احترام یکتایی کتاب این نوشته این دفتر این چیزی بود مزخرفات چه گفتن اینا یه عده بدبخت هم بودن ناراضی از حاکمیت وقت که اونها برده کرده بودن و مواضی میگفتن اینا میگفتن ما طرفدار اینا هستیم عین داستان این خاتمی و ناصر نوری و اون انتخابات معروف و موضوع بغض و محاکم و حب علی این داستان بوده فضیلت ایناش که بوده درود بر شما بفرما قربان حالا دروغای سر ببینید که این علی وقتی به دنیا آمد دیوار خانه کعبه شد آقا اولی که اونجا چیکار میکرد آدم آبستان اونجا چیکار میکرد دومی که مگه اینجا بودکده نبود و بوده بود اونجا برای چی در بودکده به دنیا بیاره در اصل مگه این موشک هم از زیر بغلش شلیک شد که حالا دیوار خراب بشه اینا مدخرفات با حالا هر که در ایرانیان بیشتره هر فتوت و فضیلت سراغ داشتن از حتی از زمان صفوی بیشتر چون قبل صفوی مردم ها سنی بودن آقا چند تا شهر شیعه بودن اشاره کردن که وقت ما در اینجا تمام شده و سلام گرامی با سپاس از شما که توجه میکنید همزبانان گرامی و همه هموطنان محترم که وقت خودشون میذارن به این صحبت های ما توجه میکنن و سپاس از سامان انتیز گرامی در آقای رئیس بعدی ولی مولد یک خط بفرد رو نشتم لطفا کوتاه بفرمایید که بتوانیم صحبت کنیم یک خط بیشتر رد بدیم تا برنامه دیگر درود بر شما شاهی گیرم زمین زنده باد دموکراسی زنده باد این دستگاه سطح